توجه شما بینندگان گرامی رو جلب می کنم با گفتگویی که با سبحان کاظمی داشتیم، فعال دانشجو از ایران، در رابطه با مشاهدش از وضعیت امروز، وضعیت سیاسی که ما شاهد بودیم در خیابانها، در اماکن عمومی، در زندگی و زیست مردم در برابر جمهوری اسلامی و مضحکه انتخاباتیش جاریش بوده. سبحان کاظمی در رابطه با مشاهده خودش، گزارشات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، واکنش اعتراضی مردم در مقابل مضحکه انتخابات جمهوری اسلامی توضیح میده. سلام میکنم به شما و همه بینندگانتون و در رابطه با سؤالی که گفتید، فضای شهر که خب به همون طور که انتظار میرفت سوت و کور، یعنی واقعا هیچ خبری از اینکه گویا اتفاق سیاسی یا اتفاق اجتماعی مهمی در جامعه در جریان هست دیده نمیشه، به جز تبلیغاتی که نماینده های در واقع کاندید شده و نماینده هایی که از طرف جمهوری اسلامی تایید شدن در خیابون ها داشتن و معدود نفراتی که کاملا مشخص بود اصلا نه پوشششون، نه نحوه برخوردشون، نه لباس پوشیدنشون، نه رفتارشون، هیچیشون شبیه مردم عادی نبود و کاملا مشخص بود که از وابستگان حکومت هستن، به جز اونها هیچ کس پای صندوق های رای حاضر نشد، به جز کسانی که کاملا وابسته به حکومت بودن، از بدنه نیروهای سرکوب حکومت، سپاهی ها و بسیجی ها و اینها بودن، به جز اینا واقعا هیچ کس در این مضحکه و در این دهنکجی جمهوری اسلامی به مفهوم حتی انتخابات حاضر نشد واقعا. و خب این خیلی اتفاق مثبتیه برای همه ما که یک بار دیگه جمهوری اسلامی رو در صحنه سازی خودش ناکام گذاشتیم. در ادامه سبحان کاظمی توضیح میده که نظرش در رابطه با شکست حکومت جمهوری اسلامی، مشخصا در روزی که مضحکه انتخاباتیش رو برگزار میکنه، روز جمعه 11 اسفند 1402 و پیروزی مردم در جنبش سرنگونی و در ادامه انقلاب زن زندگی آزادی، چه تأثیری داره؟ به نظرم بیشتر از هر چیز این مسئله باعث میشه روحیه مردم افزایش پیدا کنه. بعد از سرکوب‌های شدیدی که جمهوری اسلامی علیه مردم داشته، بعد از روندی که انقلاب زن زندگی آزادی برای ادامه مسیر مبارزه خودش تا الان طی کرده، فکر میکنم که پیروزی ما برابر جمهوری اسلامی در این انتخابات و نه تنها فقط تحریم کردن اون، بلکه تبدیل اون به یک کمپین و کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، باعث شد که یک روحیه مضاعفی جامعه بگیره. در واقع یه جورایی طرفداران جمهوری اسلامی از اون طرف روحیهشون تضعیف میشه، طرفداران حکومت بیشتر ناامید میشن از حاکمیت، بدنه نیروهای سرکوب همینطور و تمام کسانی که وابسته به حکومت هستن، هم از نظر فکری و هم خب نگرانی دارن بابت آینده خودشون، اینکه بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، به نظرم بیشتر در هم شکستن و بیشتر احساس ناامیدی خواهند کرد در فردای پس از حالا قطعی شدن و نهایی شدن و اعلام نتایج رأی گیری توسط جمهوری اسلامی. این اتفاق اصلا اتفاق کوچکی نیست و به نظر من باعث میشه که جامعه این روند مبارزاتی که پیش گرفته حول وقایع مختلف، مثل یادبودی که برای کشته شدگان انقلاب گرفته میشه، مثل شعار نویسی ها، شعاردهی های شبانه و انواع و اقسام اعتراضاتی که جامعه در حال سازماندهی اونها هست، در حال عمل کردن به اونها هست، اینها با طرفداران بیشتری روبرو بشن، افراد بیشتری این مدل اعتراضات رو انجام بدن و در نهایت به نظرم خروجی این انتخابات برای ما مبارزین علیه جمهوری اسلامی اینه که امید بیشتری پیدا کردیم، مبارزه خودمون رو تقویت کردیم و از اون طرف هم برای جمهوری اسلامی و طرفدارانش یک شکستیه که همراه با ناامیدی، همراه با درهم شکستن و یک در واقع دور باطلیه که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب زن زندگی آزادی در اون افتاده و هر کاری که میکنه اون خارج بشه،
یک بار با تظاهرات برای حمایت از نیروهای تروریست حماس، یک بار با دهه فجر جمهوری اسلامی، یک بار با مسئله انتخابات، ولی هر کدوم نتایجش دقیقا برعکس چیزی میشه که جمهوری اسلامی انتظار داره. بینندگان گرامی، گفتگو با سبحان کاظمی فعال دانشجو از ایران رو شنیدید که در تلویزیون کانال جدید تهیه شده. یک میان برنامه خواهیم داشت، برمیگردیم برنامه پخش مستقیم رو ادامه میدیم.